آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی به ما پیوست. آقای آرامش، این رو میشه گذاشت در یک پازل بزرگتری از روابط ترکیه و غرب، اینطور نیست؟ به خصوص الان میدونیم اینجا در آمریکا تعدادی از سناتورها از دولت خواستند که فروش جنگنده‌های F-16 رو تا زمانی که ترکیه چراغ سبز کامل برای حضور سوئد و فنلاند در ناتو بده متوقف بکنن. چطور میبینید کل شرایطی رو که بین آنکارا و ما بقیه غرب میبینیم؟ من شمردم 8 تا جمهوری خواه بودن و 17 تا دموکرات، 25 تا سناتورن از یک مجموعه 100 نفره، یعنی و سناتورهای بسیار بانفوذ از کمیته های مثل کمیته امنیت، کمیته اینتلیجنس اطلاعات، کمیته آرمد سرویسز نیروهای مسلح و کمیته خارجی و کمیته های دیگر. ولی این که با خودشون 25 دموکرات و جمهوری خواه بانفوذ رو دارن که الان جلوی فروختن این F-16 ها که F-16 ها عملا خب ارتش ترکیه F-16 داره، این F-16 های آپگرید شده و بروز شده است. ولی مسئله اینجا نیست، F-16 درد اصلی ترکیه نیست، مسئله F-35 هاست. برمیگردم به 2 سال پیش، ببینید زمانی که آقای ترامپ سر کار بود، آقای اردوغان و ترامپ بالاخره یه سری استکاکاتی داشتن اما روابطشون نسبتاً حسنه بود. ولی با این وجود موقعی که اردوغان و ترکیه آمد و قصد خرید موشک‌های S-400 کرد، این سامانه ضد هوایی ضد موشکی S-400 که از روسیه هست، سوالای بسیار زیادی، شاید بگم سوالای زیادتری ایجاد شد که آیا ترکیه یک متحد خوب و یک عضو ناتو واقعا هست یا نیست. همونطور که میدونید ترکیه عضو ناتو هست، ناتو این پیمان آتلانتیک شمالی کشورهای بسیاری رو شامل میشه در اروپا و خب ایالات متحده و کانادا. اما سوال اینجاست، به غیر از ترکیه الان در حالا دهه 80 و 70 و 90 رو نمیگم که مثلا پرتغال و اسپانیا هم دیکتاتوری بودن، ولی الان تنها کشوری که در ناتو و اگر اشتباه میکنم من رو تصحیح بفرمایید که حکومتی نیمه دموکراتیک دارد، یعنی دموکرات کامل نیست و آزادی کامل ندارد، ترکیه است. یعنی هم از لحاظ ارزش ها، هم از لحاظ اینکه از سال 2003 به این ور این حزب عرض کنم بوجه شما اعتدال و توسعه دست سر کار بوده، عملا شده حزب شخص آقای اردوغان که الان تا الان حدودا 20 سال از سر کار است. و بعد از اون هم استکاکات مختلفی داشته با غرب، با ناتو و حتی با اسرائیل. نمونه آخرش که چیز سطحی و ظاهریه و خیلی خوب بلده استفاده کنه از احساسات مسلمانان در دنیا، مسئله سوزوندن قرآن هست در سوئد. خب در کشور آزاد، حالا من قوانین اروپا رو کاملا نمیدونم، اصلا نمیدونم، ولی خب مثلا بگیم در ایالات متحده شما حالا میخواید تورات باشه، انجیل باشه، قرآن باشه، اوستا باشه، حقش رو دارید برید هر کاری میخواید بکنید، آتش بزنید، اصلا ببرید یک تورات رو جلوی یک کنیسه، یک قرآن رو جلوی یک مسجد، تا موقعی که اعمال خشونت نکنید، یعنی این قرآن رو با اون چیز آتش زده رو پرت نکنید داخل مسجد، هر توهینی میخواید بکنید بکنید، توهین خودش جزوی از آزادی بیانه. دولت ها هم نمیتونن جلوی این رو بگیرن، من نمیتونم جلوی شما رو بگیرم اگر مثلا من کتابی نوشتم یا اگر کتاب مذهبی دارم، شما بیان جلوی خونه من یا 100 متر برتر یا جلوی چشم من آتیش بزنید، من حق دارم که رو اونور کنم برم اونور. ترکیه میگه که دولت سوئد عملا این کار رو از قصد کرده و باعث و بانی بوده. کسانی که خب بالاخره یک کمی با سازوکار به خصوص سوئد امروز آشنا هستن میدونن که آنهایی که در موقعیت اجرایی هستن در سوئد واقعا نه همچین نیتی دارن نه هم چیزی میخواستن، حزب حالا راست افراطی ها این کارو کرده. ولی با این وجود میگم در ایالات متحده حداقل چه راست افراطی چه چپ افراطی چه میانه را، شما این حق رو دارید که میخواید از قرآن آتیش بزنید یا اوستا یا انجیل یا تورات یا کتاب کمدی، فرقی نمیکنه. ولی این چیزی نیستش که مقامات در آنکارا ندونن. خیلی دارن این گمان زنی رو مطرح میکنن که احتمالاً اینا ابزارهای چانه زنی است برای مثلا فشار آوردن بر کشوری مثل سوئد که اجازه فعالیت محدودتری دست کم به گروه های کردی بده که علیه دولت ترکیه اقدام میکنن. به دقیقاً این نکته خیلی خوبی که شما اشاره کردید، من میخواستم پس این قضیه رو به 3 دسته تقسیم کنم. دسته اول سخت افزاره، مسئله نزدیک شدن ترکیه به روسها برای تشبرای خریدن تجهیزات و سخت افزار نظامی. شما عضو ناتو هستید بعد میرید موشک S-400 میگیرید، اصلا ناتو به خاطر این تشکیل شد که جلوی گستاخی ها و تجاوزات اتحاد جماهیر شوروی رو بعد از جنگ دوم جهانی و دوره جنگ سرد بگیره و عملا
گسترده تر شدن ناتو هم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر به درخواست کشورهای اروپای شرقی این بود که جلوی به قول معروف دست درازی احتمالی روسیه رو بگیره که عملا دیدیم داره چیکار میکنه در اوکراین. به قدم شما نمیتونید بیاید عضو ناتو باشید بعد تسلیحات روسی بخرید. یعنی چی؟ یعنی مستشار روس، نظامی روس، اینا همه پاشون باز خواهد شد به کشور ناتو. نکته اول. پس سخت افزار یه بحثه. مسئله دوم مسئله امنیت ملی، آنچه که ترک‌ها به عنوان امنیت ملی و به عنوان مسئله سیاسی هارد حساب میکنن که بدون شک فعالیت احزاب و افراد کرد هست در کشورهای مثل سوئد و فنلاند که بسیار با این مشکل دارن و میخوان این رو به عنوان یک آلت فشار یا اهرم فشار استفاده کنن و نگذارن که سوئدی ها و فنلاندی عضو ناتو بشن. و نکته آخرم که گفتم که اصلا به نظر من ظاهری تر و سطحی تره این مسئله قرآن سوزی است که بسیار خوب هم آتو و آلتی دست اینها داده که از احساسات مردم سوء استفاده کنن. حالا احساسات چه غلط یا چه درست اون جدا، ولی ترکیه داره این کار رو میکنه. در مجموع بخوام نگاه کنیم درد اینها هم الان فقط F-16 نیست، مسئله 3 تا 5 سال آینده است که میخوان این ناوگان هوایش رو به F-35 ها مجهز بکنن که اون خودش دعوای بزرگتری خواهد بود. ممنونم از شما آرش آرمش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی.